سلام میکنم به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم با همکارم جمیل فرزان. یکی دیگه از برنامه های گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه های چند هفته گذشته مروری کردیم به دیدگاه منصور حکمت، متد برخوردش به پدیده های مختلف، و امروز در برنامه گفتگو همراه هستیم با اصغر کریمی تا به یکی دیگه از نکات، فکر میکنم مسائلی هستش که قابل توجه شما عزیزان هم خیلی زیاد میتونه باشه، و اون هم تأثیر منصور حکمت، نقشش در فضای سیاسی ایران هست. میخواییم به این مبحث برگردیم. اصغر کریمی سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمد میگم به برنامه گفتگوی امروز. خیلی تشکر میکنم. شما علاوه بر این که خب همحزبی بودید با منصور حکمت، یکی از دوستان نزدیک اونم بودید. یه مقدار از خود منصور حکمت و اینکه در سالگرد از دست دادنش هستیم، کوتاه برای ما بگید احساستون، رابطتون با این پدیده، با منصور حکمت چگونه بوده؟ برامون از اینجا میخوایم شروع بکنیم به برنامه. بله، متاسفانه 21 سال پیش منصور حکمت در اثر سرطان در سن 51 سالگی درگذشت و خلأ بزرگی رو و پر نشدنی رو به یک معنا در زندگی ما که باش همکار بودیم، در یک حزب بودیم، ایجاد کرد، و خلأی که پر شدنی در واقع نیست. و خب اون انسان دوستی عمیق منصور حکمت، عمق تفکرش، آزادمنشیش، اون فرهنگ و سنت های مدرن در واقع غربی که نمایندگی میکرد، اون نقاط قوت عجیبی که داشت، پیشبینی که چجوری بر اساس روند تحولات عمیق میدید و در نتیجه میتونست روند تحولات آینده رو پیشبینی کنه، بررسی کنه و به موقع جوابگو باشه، و نقش مهمی در تاریخ سیاسی ایران داشت، نه فقط در کمونیسم، بلکه در کل فضای سیاسی ایران تأثیرات عمیقی گذاشت. و طبعا به عنوان من که سالهای طولانی بیش از 10 سال در واقع همکار و در واقع معاونش بودم و رابطه نزدیکی داشتیم، خب طبعا از نظر شخصی هم یکی از دردناکترین و ناگوارترین در واقع اتفاق برای من بود در گذشته منصور حکمت. بله. ولی در صورت حزب ما سعی کرد بر اساس برنامه‌ای که اون نوشته، سنت‌هایی گفته، سنت‌هایی که باقی گذاشت، متدی که داشت، سعی کردیم اون حزب رو جلو ببریم و واقعا جلو بردیم. نسبت به اون موقع که منصور حکمت بود بسیار حزب الان جلوتر رفته تو این 20 سال گذشته. طبعا یه دلیلش هم تحولات سیاسی که در ایران اتفاق افتاده که در دوره منصور حکمت این خیزش ها به اون شکل نبود. تازه سال 78 یک خیزشی شروع شده بود. به هر حال جاش واقعا عمیقا خالیه، و منتها متدش، آرمانش، برنامهش، سبک برخوردش و دستاورداش همچنان باقیه و بسیار رشد کرده و به موقعیت دیگه رسیده امروز تو جامعه. بله. و اما تو برنامه امروزمون من میخوام به یه نکاتی برسیم، از جمله اینکه نقش منصور حکمت رو از نظر سنت ها و فرهنگ های سیاسی، علنیت و شفافیت، تحزب، برنامه، حقوق بخشای مختلف مردم، و این نکات رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. با این سوالم شروع میکنم، اینکه منصور حکمت بنیانگذار چند تا حزب و سازمان و غیره هست که بارها راجبش صحبت کردیم. آیا نقش منصور حکمت اساساً به فعالیت حزبی اون محدود میشه؟ شما توی مقدمه‌ای که خودتون گفتین به یه نکاتی اشاره کردید. اینجا به صورت یه مقدار کنکرت به این موضوع بپردازیم. بله، اول اشاره کنم که اولین گروهی که منصور حکمت درست کرد به اتفاق حمید تقوایی گروهی بود به اسم سهم، که یه گروه کوچیکی بود ولی به سرعت به دلیل نظرات، تئوری ها و متد متفاوتی که نسبت به چپ اون موقع داشت، به مارکسیزمی که نمایندگی میکرد، به سرعت مورد توجه چپ ایران قرار گرفت و بخش زیادی از فعالین کارگری کمونیست و کمونیست های اون دوره، کمونیست های از گروه ها و سازمان های مختلف و از جمله کومله که از نظر توده ای بسیار قدرتمند بود در کردستان، به تدریج همه اینا در واقع در عرض مدت کوتاهی بهش پیوستن، به این گروه. در واقع این گروه خودشو تغییر نام داد به اسم اتحاد مبارزان کمونیست، و بعد در سال 62، 1362، یعنی در واقع 40 سال پیش،
حزب کمونیست ایران رو بنا نهاد و بعد سال 1370 حزب کمونیست کارگری رو. منتها اشاره کردیم به اصطلاح اینکه آیا صرفا یک فعال حزبی بوده. من میخوام بگم بسیار ابعاد کارش فراتر میره. نفس این احزابی که در واقع منصور حکمت نقش مهمی در شکل گیریش داشت، لاقل از نظر برنامه، اهداف، متد و اون روحیه‌ای که داشت، اون آرمان، اون به اصطلاح اعتماد به نفسی که داشت و روحیه تعرضی که داشت ایجاد کرد، نفس اینا خب یه دستاورد واسه جامعه بود، به دلیل سنت هایی که این احزاب گذاشتن، به دلیل اینکه خیلی مدرن بودن. فقط یه حزب نبود، حزب برنامه داشت. تا اون موقع این سنت نبود، نه برنامه در کار بود نه حزبی در کار بود. حتی احزاب چپ هم اینو حواله میدادن به آینده دور، نه برنامه ای داشتن نه در واقع در صدد ایجاد فوری حزب بودن. و منصور حکمت اینا رو ساخت در واقع، و اون در واقع اون برنامه‌ای که نوشت، بسیاری از مطالباتش، حالا بعدا توضیح میدم، امروز به مطالبات بخش وسیعی از جامعه تبدیل شده. سنت های سیاسی گذاشت، تاثیرات خودشو در جامعه گذاشته. و به دلیل اینکه کلا اولا یه مارکسیزم واقعی داشت، مارکسیزم عمیقا خونده بود، اون مارکسیزم قلابی که بخشا شناخته میشد و ربطی به مارکسیزم نداشت، ربطی به کارگر نداشت، ربطی به جامعه نداشت، اون به شدت دور بود. یه فرهنگ غربی داشت، سنت های غربی و دستاورد های غربی رو دیده بود و برنامه حزب که نوشت بر اساس این سنت ها و بر اساس دستاورد های تمدن جامعه غرب بود و بسیار فراتر از اون خواستا و اهداف و برنامه رو تدوین کرد. مجموعه اینا در واقع یه جایگاه ویژه به منصور حکمت در کل جامعه داد. و به نظر من همین امروز، علیرغم اینکه 21 سال از درگذشتش میگذره، تاثیرات عمیق اونو تو جامعه ایران داریم میبینیم. در رابطه با برنامه حتما برمیگردیم و صحبت میکنیم، چون نکته مهمی هست. اما به هم توی مقدمه هم اینجا اشاره کردید به فرهنگ سیاسی غربی، سنتای سیاسی غربی، این رو یه مقدار باز کنید، منظورتون چیه؟ بین خود اون مارکسیزمی که منصور حکمت نمایندگی میکرد عمیقا فاصله داشت با اون تفکر در واقع شرق زده، مذهب زده و آغشته به ناسیونالیست که در فرهنگ سیاسی چپ اون موقع، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان هم بعد از شکست در واقع انقلاب شوروی وجود داشت. و منصور حکمت کاملا یه رگه متمایزی رو، متفاوتی رو در مارکسیز نمایندگی کرد و در واقع سعی کرد مارکس رو عمیقا بفهمه، عمق تفکر مارکس و انسان دوستیش و راه حلش و نقدش رو به جامعه سرمایه داری بفهمه. و یه پراتیسیان بود، یه آدم عملگرا بود، از این نظر خیلی خصوصیات شبیه به لنین داشت که متمرکز و با تمرکز خیلی زیاد به طرف هدفش در واقع میرفت، به طرف ساختن حزب، درست کردن، نوشتن برنامه، تغییر تو جامعه، مسئله کسب بزرگ شدن حزب، انتظارات و توقعاتی که مطرح میکرد، مسئله کسب قدرت سیاسی، همه اینا در واقع اینا چیزایی بود که تو چپ اون موقع نبود. و در این حال برنامه‌ای که خود این مارکسیزمش، میخوام بگم یه مارکسیزم غربی بود، برنامه رو که نگاه میکنین به عنوان مثال حقوق کودک مطرح نبود، نه سنت های بورژوایی و جبهه ملی و ناسیونیستی و غیره و غیره داشتن، نه تفکرات مذهبی، اساسا سنت های ضد کودک در واقع بودن. ولی منصور حکمت عمیقا از حقوق کودک دفاع کرد و اینو تو برنامه نوشت و بعدا نهادی رو ایجاد کرد یا مبتکر ایجادش بود در دفاع از حقوق کودکان. و یا در مورد آزادی بی قید و شرط، امروز آزادی بی قید و شرط سیاسی که توسط احزاب و گروه‌های مختلفی غیر از احزاب دست راستی که هیچ وقت حاضر نیستن بپذیرن مطرح میشه، ریشه‌اش رو در به اصطلاح منصور حکمت و اولین برنامه‌ای که نوشت میبینین. یا مسئله حقوق برابری زن و مرد، برابری کامل حقوق زن و مرد، یا نقد مذهب و سکولاریسم و در افتادن با مذهب به عنوان یک خرافه، اینا هیچ کدوم رسم و رسوم حتی چپ اون موقع نبود. یا از حقوق حتی در مورد معتادا، در مورد تنفروش ها که بسیار بسیار انسانی، اینا رو مطرح میکنه و علیه اعدام و خیلی از نکات مسائل دیگه، یا در دفاع از بخش جنبه های مختلف حقوق کارگرا، نقدی که عمیقی که به جامعه سرمایه‌دار داشت و راه حلی که مطرح میکرد، یا در مورد حقوق مردم تحت ستم کردستان و غیره که
برنامه شامل خاصه اونا و رفع ستم از اونا میشه. همه اینا دستاوردهایی بود که تو جوامع غربی وجود داشت و منصور حکمت عالی ترین و به اصطلاح پیشرفت های در جامعه غربی رو تبدیل کرد به برنامه، منتها بسیار بسیار پیشروتر از اون چیزی که امروز در غرب در پیشرفته ترین تمدن های غربی شاهدش هستیم. و اینا به این معنا اون فرهنگ در واقع اسلام زده، شرق زده، عقب مانده، ضد زن، ضد کودک مطلقا تو روحیه منصور حکمت نبود و اینو تبدیل کرد به سیاست، تبدیل کرد به حزب، تبدیل کرد به برنامه. در نتیجه این حزب با سنت های متفاوتی، برنامه متفاوتی، پرنسیپ های متفاوتی، علنیت و شفافیتی که منصور حکمت طالبش بود و تو حزب کمونیست کارگری امروز به شدت شاهد هستیم و از همه احزاب دیگه متفاوته از این نظر، این مجموعه در واقع اینا بر اساس عالی ترین دستاوردهای جامعه بشری تدوین شده بود و به همین دلیل هم امروز اون کمونیسمی که منصور حکمت گفت بسیار معتبر در ایران، بسیار قابل احترام، حزبش قابل احترام معتبره و تفاوت جامعه ایران رو از این نظرم حالا بعدا توضیح میدم تاثیراتی که رو جامعه گذاشته و چجوری ایران متمایز کرده از سایر کشورهایی که باز مردمش درگیر اعتراض و نارضایتی و انقلاب و غیر و غیر است. بله حتما برمیگردیم. نکات خیلی زیادی رو مطرح کردید که امیدوارم فرصت داشته باشیم که بهشون بپردازیم، نقششون توی جامعه عمدتا. اما برگردیم به مسئله برنامه و سنت حزبیت. خب در مورد ضرورت داشتن برنامه، اینکه حزب باید تأسیس بشه غیره، آیا اینها توی جامعه سنت نبود؟ آیا نداشتیم؟ ما در زمان رضا شاه حزب کمونیست ایران رو داشتیم، حزب توده موجود هست، حزب بود، حزب سازمان جبهه ملی، اینا چیزایی بودن، سازمانایی بودن که تو دوره خودشون مطرح بودن. پس نقش منصور حکمت چی هست؟ نظرم نه حزب نه برنامه سنت نبود در جامعه ایران. خب جبهه ملی که فقط میدونیم که گفته نفت باید ملی بشه، خب الان تو جمهوری اسلامی نفت ملیه، یعنی فقط به همین شناخته میشه. هیچ که جبهه ملی رو با حقوق زن، سکولاریزم، با آزادی های سیاسی، با آزادی زن ها اینا نمیشناسه، فقط میگن جبهه ملی مصدق نفت رو میخواست ملی کنه. تنها هنر در واقع مصدق همین. و در مورد حزب توده، بله حزب کمونیست ایران خب مربوط به الان در واقع 100 سال پیش و اون موقع که اولین در واقع این سنت رو منصور حکمت گذاشت که مربوط میشه مثلا به حدود 40 سال پیش، 60 سال گذشته بود از اون موقع و دیگه کسی چند نسل گذشته بود و کسی تو تاریخ باید گشت ببینیم حزب کمونیست اولیه ایران دوره اوایل دوره رضا شاه چه کار کرد و چه کار نکرد، که حزب جالب و مهم و پیشرویی بود. حزب توده بله برنامه داشت و فعالیت‌های زیادی کرد، منتها در مورد حزب توده از دهه 20 تا دهه 50 60 دو سه نسل در واقع 30 سال یا بیشتر گذشته بود. در نتیجه دیگه سنت ها کنار رفته بود. جریانات چپ اون موقع دوره که منصور حکمت انقلاب شد و اتحاد مبارزان، گروه اتحاد مبارزان و بعد حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری شکل گرفت، خب این سنت ها دیگه وجود نداشت. چپ جامعه برنامه نداشت، حتی پلتفرم 10 ماده ای نداشت، بسیار بسیار عقب مانده بود که من یه دلیلش در واقع سرکوبی که زمان شاه بود، اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی، فعالیت انتشار یک نشریه، یه ذره منتقد رو نمیداد. خب طبعا نتونست اون چپ اون موقع شکل بگیر. انقلاب کمک کرد که فضا عوض شد، مقداری آزادی سیاسی به وجود اومد و منصور حکمت به معنا محصول از یه طرف سنت های تمدن غرب، از یه طرف و جنبش های پیشرویی که در غرب بود، از یه طرف مارکسیز و از یک طرف انقلاب ایران. اینا سه، به قول رفیق مصطفی صابر گفت اینا سه منشأ در واقع منصور حکمت است و به این معنا نه سنت نبود و نه کسی قرار بود اون روزا حزب درست کنه. و خیلی ها که موقعی که منصور حکمت گفت باید حزب ساخت، گفتن الان وقتش نیست، برنامه نداریم، برنامه رو نمیشه الان نوشت و انواع تئوریا داشتن که در واقع آمادگی نداشتن، در واقع برنامه نداشتن، در واقع اون خط رو نداشتن، در واقع اون مارکسیسم و اون کمونیسم ساده انسانی و در این حال عمیق منصور حکمت رو نداشتن. و خب منصور حکمت همه اینا رو به سرعت کمک کرد شکل گرفت و جمع زیادی از آدما هم فکرش شدن، همراهش شدن، همکارش شدن و مشارکت کردن در کل این پروسه ساختن این گروه ها و احزاب مختلف و
خب خودت در مورد خود برنامه اگه فرصت باشه من این نکاتیش رو توضیح بدم یا نمیدونم بله، من فرصت باشه. میخواستم به همین نکته الان اشاره بکنیم، ببینیم که بالاخره منصور حکمت برنامه نوشت، طبعا برای جامعه، برنامه حزب برای جامعه، حالا تاثیراتش روی جنبش های مختلف، مسائل مختلف، اعتراضات مختلف و فضای سیاسی. میتونید بفرمایید. ببینید من از علیه اعدام شروع کنم. علیه اعدام اولین بار در برنامه حزب کمونیست کارگر ایران با صراحت مطرح شد و امروز به یه جنبش وسیعی در جامعه ایران تبدیل شده. لغو مجازات اعدام که منصور حکمت به درست گفت مجازات اعدام در واقع قتل عمد دولتیه و حتی این ترم امروز توسط بخش‌های مختلف فعال جامعه داره مطرح میشه. خیلی‌ها دارن حتی از این ترم استفاده میکنن. شاید خیلیشون ندونن این ترم مال منصور حکمت، ولی بالاخره اون مطرح کرد و مفصل در مورد ضرورت لغو مجازات اعدام نوشت و غیر انسانی بودن و جنایتکارانه بودن این قتل عمد دولتی رو باز کرد و میبینیم یه جنبش وسیع حول این شکل گرفته، یه جنبش توده‌ای. در مورد حقوق کودک تو سنت سیاسی ایران، فرهنگ جامعه ایران، فرهنگ سیاسی احزاب و گروه های مختلف راست و چپ نبود. منصور حکمت این آورد میز سیاست. در مورد لغو آزادی و بیقید شرط سیاسی، موقعی که منصور حکمت اینو مطرح کرد تو اولین برنامه خیلی ها باش حتی چپاش مخالفت کردن، گفتن این لیبرالیه و همه که آزادی بیقید شرط که نباید واسه همه بخش های جامعه مطرح بشه و الان میبینیم آزادی بیقید شرط سیاسی یک دستاورد جامعه است، فقط دستاورد حزب نیست، دستاورد حزب و منصور حکمتی که به دستاورد جامعه و فرهنگ جامعه در واقع و یکی از خواسته بخش وسیع از جامعه تبدیل شده. برابری بیقید شرط زن و مرد، لغو همه قوانین ضد زن که امروز یه مسئله اساسی و فعال تو جامعه ایرانه، نقد مذهب، اینکه جرأت بکنه بگه این مذهب ارتجایی، هر مذهبی اسلام یا غیر اسلام ارتجاییه و ضد بشر، خرافه است و باش در بیفته و مطالبات زیادی تو برنامه حزب در این مورد بنویسه و همینطور مطالبات بسیار زیاد دیگری که از سقط جنین، جنبه های مختلف این مسئله، تا تنفروشی، تا اعتیاد، تا مسائل مختلفی که تا انحلال نیروهای مسلح حرفه‌ای، حکومت شورایی، ایجاد شوراها، خیلی از این چیزا هست که اساسا تازگی داشت یا لااقل اگرم اینجا اونجا مطرح شده بود تبدیل به یه خط سیاسی تو جامعه نشده و همه اینا یه برنامه 80-90 صفحه طبعا با پر از صدها خواست آزادی خانه و انسانی داره که بندای بسیاری از اون خوشبختانه امروز به تفکر رایج در بخش فعال جامعه تبدیل شده و به دستاورد جامعه در واقع تبدیل شده و جامعه ایران نگاه میکنیم با همه کشورهای منطقه که میبینیم با سایر کشورها بسیار متفاوته و مردم یه مطالبه علاوه بر این که جمهوری اسلامی نمیخوان، یه پلتفرم ها و یه مطالبات بسیار روشنی دارن. شما هر پلتفرم تشکل کارگری مختلف، معلمان، بازنشسته ها، دانشجوها رو میبینین، شما هر منشوری که میبینین اگر دنبال کنین من ریشش در واقع فرم بندیاش، عباراتش اساسا ریشش برمیگرده به اون چیزی که منصور حکمت نوشت و برنامه‌ای که تو دو سه تا حزب و سازمان مطرح کرد. میخوام بگم هر آدم منصفی واقعا نگاه کنه، یه تاریخ نگار منصفی نگاه کنه، بره ریشه یابی کنه، بره دنبال کنه این فرهنگ از کجا شروع شد، این خواسته از کجا فرموله شد، میرسه به منصور حکمت. بله، خب اتفاقا من میخوام به همین نکته بیشتر مکس کنیم و بپردازیم. شما راجع به یه سری حقوق صحبت کردید، یه سری خواسته ای که توی برنامه یک دنیای بهتر هست، مسئله برابری زن و مرد، حقوق کودک، لغو اعدام که جامعه یا مثلا میتونم بگم جریانات سیاسی بعضن موضع داشتن به هر حال راجع به این مسئله، به خصوص اعدام، از اعدام انقلابی هنوز حرف میزدن. امروز توی جامعه این چیزا جای پای خودشو گذاشته. اولا یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم، ببینیم کل جامعه به این مسائل چجوری برخورد کرد و امروز تو بطن انقلاب زن، زندگی، آزادی که بسیار مدرن، انسانی داره از یه دستاوردهایی پیروی میکنه، اونا رو حفظ میکنه، جایگاه این مسائل رو توی انقلاب زن، زندگی، آزادی خوبه که مورد صحبت قرار بدیم. بفرمایید. اشاره کنم به اینکه واقعا یه کمونیسم منصور حکمت که نیاز جامعه است و خودش یه بحثی داشت در مورد اینکه آیا امکان پیروزی کمونیسم در ایران هست و به عنوان یک جنبش بسیار معتبر سیاسی
یکی از سه جنبش های اصلی سیاسی در ایران ازش صحبت میکنه و دلایلش رو میگه که چقدر زمینه داره، و ولی طبعا بستگی داره به نیروی فعالش، بستگی داره به اراده ای که اون حزبش در واقع و فعالین این عرصه ایفا میکنن. و اون کمونیسم بسیار ساده و قابل فهم و زمینی، برخلاف اون سنت کمونیسم قامز، خاکستری، عبوس که اساسا نمایندگی میشد یا با سرکوب و بیحقوقی که تو روسیه به دنبال شکست انقلاب اکتبر به وجود اومد و جریان طبقه حاکم، طبقه بورژوا در واقع مسلط شد و به دلیل محبوبیت کمونیست در اونجا و در چین اسم خودشو گذاشت کمونیست و یه بدنامی به بار آورد. منصور حکمت بسیار بسیار انسان دوستانه و آزادی خواهانه، بخشای مختلفی از برنامه، بخشای زیادی از برنامه به همین مطالبات مربوط میشه که چقدر انسان دوستی، چقدر آزادی خواهی، چقدر حقوق فرد در حزب یا در جامعه، چقدر به اینا اهمیت میده در تقابل با اون سنت های شکست خورده که وجود داشت. اینا از یه طرف، و به این معنا میخوام بگم منصور حکمت رو میشه گفت پدر در واقع کمونیسم در ایران، پدر اون مارکسیزمی که در ایران امروز میشناسیم، پدر برنامه، پدر حزب درست کردن و تعصب درست کردن. اینا سنت هایی که هم گفتم هر آدم منصفی ریشش رو میرسه به منصور حکمت اگه دنبال کنه و پیگیری کنه. و در مقابل اون علنیتی که به عنوان مثال کنگره های علنی حزب رو مطرح کرد، تمام در واقع فعالیت حزب باید با علنی باشه، شخصیت هاش علنی باشن، در حالی که احزاب ناسیونالیست و عقب مانده و قوم پرست و سلطنت طلب و غیره مدام داشتن شخصیت ها تو اتاقای دربسته حرفایی میزدن، میگفتن نشستیم و پلتفرمایی داریم، هیچ کم نمیفهمید چه کار. تمام اینا امروز ورشکسته شد. اونچنانی کنگره علنی حزب تاثیر گذاشت حتی در فضای جامعه ایران که خود خیلی از خود سلطنت طلبها میگفتن با اعتماد به نفس اینا رو نگاه کن، چقدر شفافن، چقدر علنی هستن، هیچ که نمیتونه هیچ توطئه در فکر کنه اینا یه حزب توطئه گرن یا حزب عجیب غریبی هستن. جامعه جلو جامعه آشکار میان حرفاشون میزنن، کنگره هاشون همه احزاب و جریانات دعوت میکنن. میخوام بگم همه اینا یک سنت های سیاسی رو در جامعه ایران باقی گذاشت و توقعات و انتظاراتی رو در واقع مطرح کرد. اینه که جامعه ایران امروز بسیار علارغم فقر و محرومیتی که جمهوری اسلامی بهش تحمیل کرده، بیحقوقی که بهش تحمیل کرده، دائم اعدام و سنگسار و کثافتی که به جامعه پاشیده، ولی جامعه ایران بسیار بسیار با توقعات بالایی امروز داره مبارزه میکنه و زندگی و به خواستاش تبدیل شده. خب طبعا بخشن تجربه خود مبارزاتی مردم هست و اون ستمی که جمهوری اسلامی کرده، ولی تا اونجایی که مربوط به تدوین اینا، فرموله کردن اینا، تبدیلش کردن به مطالبه، تبدیل کردن به جنبش، تبدیل کردن به حزب هست، طبعا اینا همون نقشیه که گفتم منصور حکمت در واقع اساسا ایفا کرد و امروز تأثیرات سیاسی این روحیه، این سنت، این برنامه رو و این انتظارات توقع، این علنیت، این مدرن بودن رو امروز در جامعه ایران میبینیم. و چقدر اون چیزی که امروز در انقلاب زن، زندگی، آزادی میگذره چقدر مشترک با حزب کمونیست کارگری و از بنیانگذار در واقع حزب کمونیست کارگری، چقدر این خواستا، چقدر اون روحیه که تو جامعه است، چقدر اون مدرن بودن، پیشرو بودن، آزادی خواه بودن، توقعات بالا، چقدر با منصور حکمت خانایی داشت و به این معنام خیلی جاش خالیه و اگه بود امروز تاثیرات خیلی خیلی بیشتری رو باقی میگذاشت. و ما در پایان صحبتامون یک دقیقه فکر میکنم بیشتر فرصت نداشته باشیم. منصور حکمت پرچمی رو بلند کرد، شما راجبش صحبت کردید، این پرچم الان دست حزبه، حزب جایگاهش توی جامعه ایران چی هست؟ اگه اجازه بده من یکی دو دقیقه بهم بیشتر وقت بدین، یه تکه میخوام از نوشته منصور حکمت در مورد کمونیسم بخونم. اینو در سخنرانش در استکهلم 22 سال پیش مطرح کرد که نشون میده واقعا به نظر جوهر کمونیسم منصور حکمت رو خیلی راحت معرفی میکنه. بله، خلاف اون کمونیسم پیچیده‌ای که اگه با یه چپ اون موقع صحبت میکردی بالاخره بعد از 2 ساعت نمیفهمیدی چی میخوان کمونیستا، اون خیلی سریع و راحت مطرح میکنه. میگه اگر از ظلمی که به دیگران میشه دلمون میگیره یا از فقر کسی ناراحت میشیم، اگه آدم شریفی هستیم و خوشبختی همه رو میخوایم، کمونیست هستیم. کمونیست داستان کل آزادی خواهی، کمونیست یک خاصیت جهان شمول همه ماست، اسم دیگری برای تمام انسانیت، تمام برابری طلبی، تمام آزادی خواهی در بهترین حالت همان است. ما شانس پیروزی داریم برای اینکه اکثریت عظیم مردم جهان کمونیست هستند و شاید خودشان ندانند. اینو مقایسه کنین با تفکری که وجود داشت، میفهمید چقدر این کمونیست به
به اصطلاح لمس میکنه جامعه رو، و چقدر جامعه میتونه این کمونیسم رو در واقع لمس بکنه. الان اگه از خیلی ها بپرسی، خیلی ها که تو انقلاب دارن شرکت میکنن یا مردم معترض آزادی خواهی هستن، بگه خودتو چجوری تعریف میکنی؟ ممکنه بگه من وطنمو دوست دارم، من ناسیونیستم، یا یکی ممکنه بگه من کردم، من ترکم، فلانم، یا خیلی ها بگن ما نمیدونیم. یه ذره باشون صحبت کنی، بگی تو برابری نمیخوای، تو رفاه واسه همه نمیخوای، تو عدالت برای همه نمیخوای، آزادی رو برای همه نمیخوای، شادی خوشبختی رو برای همه نمیخوای، نمیخوای همه کودکان نه تنها ایران بلکه دنیا لبخندی رو لبشون داشته باشن، نمیخوای ظلم و تبعیض از همه جامعه تموم بشه. من مطمئنم 90% جامعه میگن چرا اینا رو میخوان، جز یه قشر مرفه مفتخور بقیه جامعه میگن میخوایم. و من به همه اونا میخوام بگم شما کمونیستی، ممکنه ندونید، ممکنه فکر کنید کمونیست خیلی چیز بدی، ولی کمونیست همین، هیچ چیزی جز این نیست. به قول منصور حکمت، اگه دلتون درد میگیره واسه ناراحتی یکی دیگه، واسه فقر یکی دیگه، واسه بدبختی یکی دیگه، و دوست دارین یه کاری بکنین، شما کمونیستین. میگه پوست، زیپ پوست هر انسان شریفی رو باز کنی یه کمونیست دو آتیشه میبینی. و من میخوام بگم تمام اون جوانای دختر و پسری که تو این 10 ماه گذشته تو خیابونا جنگیدن، تمام اون کارگرا و معلما و بازنشسته ها، دانشجوها، جوونا، زنایی که دارن فعالانه مبارزه میکنن، خودشون رو متشکل میکنن و زن زندگی آزادی رو میخوان حاکم بشه، و تمام اونه که میخوان جمهوری اسلامی بره، حکومت مذهبی بره، گورشو گم کنه و در رفاه و خوشبختی زندگی کنن، که این آرزو 90 در همه اونایی که در واقع یا بخش اعظم اونایی که توی انقلاب امروز شرکت دارن، من میخوام بگم همه شما کمونیستین. به یک معنا همه شما متعلق به حزب کمونیست کارگری هستین، یا حزب کمونیست کارگری متعلق به همه شماست. به من تردیدی ندارم که همه شما همراه با حزب کمونیست کارگری، حالا عضوش هستین، دوستدارش هستین، بهش احترام میذارین، نزدیکش هستین، ولی همه شما با هم اون با سرنگونی جمهوری اسلامی، اون جامعه‌ای که بر اساس خوشبختی همه مردم، رفاه همه مردم، برابری همه مردم، شادی همه مردم ساخته میشه، همه شماها همراه با ما و ما با هم، تفاوتی نداریم به معنا، در اون ساختن اون جامعه شریک خواهیم بود. اینو میسازیم، مطمئن باشین، تردیدی درش نداشته باشین، با گامهای استوار همچنان باید بریم جلو، و اولین سد و مانعی که جلومونه واسه ساختن خوشبختی یعنی جمهوری اسلامی، اونو از پا در بیاریم، از پا بندازیم، سرنگونش کنیم تا اون جامعه رو بسازیم. من همه شما رو به توجه به حزب کمونیست کارگری، مطالعه منصور حکمت، مطالعه حزب کمونیست کارگری و پیوستن به حزب کمونیست کارگری فرا میخونم که موفقیت ما رو بسیار بسیار جلو میندازه. خیلی متشکرم از شما اصغر کریمی. خیلی متشکرم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با اصغر کریمی، رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری، در رابطه با نقش منصور حکمت در فضای سیاسی ایران. امیدوارم بحث هایی که در رابطه با منصور حکمت انجام دادیم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. منصور حکمت رو بخونید، مطالعه کنید، بیاموزید و به قول اصغر کریمی به ما بپیوندید. من سیما بهاری هستم، همراه با همکارم جمیل فرزان برنامه رو به پایان میبریم و برای شما آرزوی ساعات و لحظه های خوبی رو داریم.